عبدالله سید مرادی، ساکن شهر کلن آلمان هستم و تو سندج متولد شدم. سال 61 به تشکیلات نظامی کمال پیوستم، بیرون اومده بودم. کمال برادرم که حدوداً یه سال و نیم بود، اون پیشمرگه بود، از من زودتر بیرون اومده بود. بعد سالای 63 هم جبار، یه برادر جمال، ببخشید جمال برادر کوچکتر از من و کمال، اونم بیرون اومد. یه چند ماه بعد از اونم که جبار کوچکترین بچه یا برادر ما بود، اونم بیرون اومد. بعد بمباران شیمیایی حلبجه که همه دنیا از اون تقریبا خبر دارن، بمباران شیمیایی حلبجه صورت گرفت. جبار جز بچه‌ای بود یا جز اون چند نفری بود که اونجا در اثر مواد شیمیایی و بمباران شیمیایی تقریبا حالت نیمه بیهوشی داشتن که دستگیر میشن و میبرنشون سندج. کمال اون موقع که تو تشکیلات نظامی بودیم، اونم در یه جریانی دستگیر میشه، بازم به جرم فعالیت و اینا. اون موقع که جبار رو دستگیر کردن، در واقع کمال تو زندان بود. تا اینکه دیگه میرسیم به موقعی که اعدام‌ها صورت میگیره. اعدام‌ها صورت میگیره، شایعات تو شهر نزدیک چند هفته‌ای بود که ملاقات دیگه نمیدادن. ملاقات تمام شده بود. هر روز هم خانواده جلوی شهربانی بودن، از صبح زود تا از تا شب. شایعات اعدام شدن و کشتار عمومی که تو ایران به گوش خانواده میرسه، اونا هم نارام میشن و هر روز اونجا. تا اینکه یه روز میگن بیا تو، باید کار داریم. میرن اونجا، لباسای کمال برادرم رو به مادرم میدن. روز بعدش دوباره اونجا میرن، میگن بچه دیگه مون چی شد؟ جبار کجاست؟ بهش هیچی نمیگن. این شکنجه، هیچی نگفتن، یه چند روزی طول میکشه تا یه روز دوباره تو زندان شهربانی میگن بیا تو. بهش میگن جبارم اعدام کردیم، ولی دیگه دنبال اینو نگیر که کجان، کی اعدام شدن و اینا. جبارم اعدام شد. تو این لحظات، تو این ساعتا، تو این روزات چه به چجوری روزگار رو گذروندن اون خانواده یا پدر و مادر من، واسه من قابل توصیف نیست. نمیدونم چجوری زنده موندن اصلا. پیگیری میکنن خانواده ها که بالاخره بچه ها چی شدن. بعد از حدود یه ماه خورده میگذره که خانواده ها هم دیگر همیشه میدیدن. اینا اطلاع پیدا میکنن که یه سری روستاها با بولدزر، با ماشینای بزرگی، حفرهایی رو کندن که امکان داره اعدامیات اونجا باشن. چندین روستا رو میگردن، پیدا نمیکنن، تا اینکه با یه سری خانواده ها یه صبح زود تاکسی بار میگیرن، همه سوار میشن به طرف قروه. نزدیک قروه یه جایی رو پیدا میکنن، میرسن اونجا. اون نزدیکی ها هیچ کسی نیست، یه بیابونیه، نمیدونن. بیابون خالی رو نگاه میکنن، یه جایی ببینن هنوز جایی که مثل حفره باشه، جایی که تازه زمین رو به هم زده باشن یا کنده باشن، پیدا میکنن. یه نفر میرسه، یه اهل روستا، اینا رو نگاه میکنه، با قیافه هاشون میفهمه، میدونه اینا. میگه دنبال چی میگردین؟ اونا میگن میترسن. میگن من میدونم شما دنبال چی میگردین، خودتون بگین. میگن والا ما بچه هامون اعدام شده. میگن این دور و برا یه جایی هست کندن، جنازه بچه هامونو میخوایم پیدا بکنیم. اونه میگه بیاین، من میدونم جریانو، میدونم. آره اینجوریه، نصفشونم لباسهاشونم هنوز بیرونه. میرن، اینا وسایل نبرده بودن، با دست خالی، با اون روستایی که یکی دوتا بیل همراه داشته و اینا، میرن جا رو پیدا میکنن. اولا دیگه میفتن همه از ناراحتی، یه سری مادرها غش میکنن، میفتن. بعد از یه مدت دوباره به خودشون میان، جنازه رو همه رو بیرون میارن.
کمال برادرم سمت راست یه خال داشت اینجا، یه خال برجسته داشت، با اون شناخته بودش. بچه ها رو بیرون میارن، سعی میکنن یکم حفره رو گودتر بکنن که جنازه هاشون زیر خاک قرار بگیرن. با خانواده ها جنازه ها رو زیر خاک میکنن و با خاک میپوشونن و برمیگردن. جبار رو اونجا پیدا نمیکنن. جبار الان هم که امروز ما با هم صحبت میکنیم هنوزم که هنوز پیدا نشده، نمیدونن، همه جا رو گشتن. گور دست جمعی نسیگ قربه که مادرم کمال اونجا پیدا کرده بود، گور دست جمعی به این معنی که یه سری زنم که اعدام شده بودن زندان سندج اونجا با هم دست جمعی زیر خاک بودن اینا رو پیدا کردن. شعلا کلاغوچی اونجا بود که مادرم جنازه شعلا رو بیرون آوردن. شوهرش که قادر یا هوشنگ زندی مسئول سیاسی کردانشوان بود، جنازه اونو بیرون آوردن، اونا رو شناسایی کرده بودن. میگه رفتیم، کردی میگن زیارت، زیارت بچه ها، سر قبر بچه ها. خانواده میرن معمولا موقعی که سالگرد بمباران شیمیایی حلبجه است، خانواده ها میرن. بعضی خانواده ها که میتونن، چون پدر و مادر من پیرن، زیاد رفت و آمدم نمیتونن بکنن، خانواده های دیگه میرن، کاکوداری بیشتر از پدر و مادر من میرن، ولی اینا سالی یه بار حداقل میرن اونجا رو، اگه سنگاشو شکونده باشن، به هم زده باشن، دوباره رسوریس میکنن، درست میکنن، یکم تمیز میکنن و دوباره بر میگردن. توی منطقه بایر که بدون این کسی توش زندگی بکنه، توی بیابونیه، یه سنگ، در واقع سنگ قبر گذاشتن و چیز زیادی اونجا دیگه دیده نمیشه. هر کی تو مشت رولگن های رولگن که نو زمینی نارو دست نزدم با همین نخی که کمال تو زندان، این فکر کنم سکه بوده، نمیدم سکه اون موقع. اینم اسم دخترمون اون موقع تو شهر سندج بود، بهار، روش حک شده. بعد این تصویرم که هسته خورما هست، با هسته خورما تو زندان درست کرد. یه سمت تصویر اسم کماله، یه سمتش هم که محمد حسین اسم پدر منه، یه ام نوشته. آخرین ملاقات هایی که مادرم با کمال داشته، کمال خودش به مادرم داده. این عکس جبار یه سال قبل از اینکه اوایل سال 1366 قبل از اینکه به تشکیلات نظامی یا تشکیلات کومل پیشمرگایتی بیاد تو شهر سندج گرفته شده. 66 15 سالش بوده. این عکس مادرم با کمال که اون موقع پیش کمال اومده بود. دو سال قبل از اینکه 1367 پیش بیاد و کمال اعدام بشه، این عکس مادرمه. بعد این عکس مادرمه نزدیک 7 سال گذشته از این جریان. میخوام اینو بگم، من موقعی که برادرم هنوز اعدام نشده بودن، مادرمو که دیدم، یا همیشه تقریبا سالی که دو بار می دیدم، روی سرش سیاه سیاه بود. ولی اعدام ها که صورت گرفت، بچه‌مونو آورد نزدیک سلیمانیه کردستان عرب که پیش ما اومد، من مادرمو دیدم، روی سیاه روی سرش نمونده بود. معمولا این مادرانو بدون اینکه کسی با اینا صحبت بکنه، من تو شهر سندج
موقع پیشمرگایتی میرفتیم کار داشتیم تو شهر، تو خیابون که راه میرفتیم این مادرها رو میدیدم بدون اینکه حتی بشناسم، میدونستم اینا مادران داغدار و مادرایی هستند که بچه هاشون اعدام شده. سن و سالشون 40 سال، نزدیک به 40 سال، ولی موی سرشون سفید بود. این داستان غم‌انگیزی رو از صورت این مادرها میتونید قشنگ تشخیص بدید.